باز آلدرین فضانورد آمریکایی که 48 سال پیش بر ماه قدم گذاشت سفر انسان به مریخ در قرن حاضر را که از اهداف ناسا سازمان هوافضانوردی ایالات متحده آمریکاست عملی میداند گزارشی در این باره زیافت مجللی در مرکز فضایی کندی در کیپ کانافرال فلوریدا که بسیاری از دستندرکاران پروژه فضایی در آن شرکت داشتند از جمله باز آلدرین، فضانورد آپولو 11 و جف بسز، بنیانگذار شرکت خصوصی هوا فضانوردی بلو آریجین. باز آلدرین از فضانوردانی بود که در این مراسم مورد تقدیر قرار گرفت و باور او به اینکه انسان میتواند تواند تا سال 2040 در سطح مریخ فرود آید، با تایید حاضران روبرو شد. از جمله می جیمینسون اولین فضانورد زن سیاه پوست آمریکایی که در این زیافت مورد تقدیر قرار گرفت وقتی باز میگه به مریخ برین فقط در مورد رفتن به مریخ نیست در مورد تعهد به انجام کاری بزرگه که من واقعا به اون علاقه مندم چگونه ما این انرژی رو برای به دست آوردن چیزی که از ما عظمت بیشتری داره به کار گیریم ناسا در حال حاضر مشغول به ایجاد یک سیستم پرتاب فضایی و همچنین ساخت فضاپیمای اوریون برای فرستادن فضانوردان به اعماق فضاست. جف بسز تلاش می کند هزینه سفرهای فضایی را کاهش دهد. ما می توانیم یک تریلیون انسان را در منظومه شمسی داشته باشیم آنچه ما را از این کار باز می دارد هزینه سنگین سفرهای فضایی است و علت این هزینه زیاد این است که ما از موشک ها یک بار استفاده می کنیم. ما باید موشک های چند بار مصرف بسازیم کاری که بلو آرژین به آن متعهد است در این مراسم 190 هزار دلار جهت بنیاد غیر آموزش فضایی باز آلدرین جمع وری شد بابک راد صدای آمریکا.